سلام به تمامی بیننده های عزیز ما که همین اکنون برنامه ما را تماشا میکنند. طبق معمول باز هم ما به سطح شهر آمدیم تا گزارش شهری خود را آماده بسازیم و امروز قرار بود که جای دیگه ما بریم در حرکت باشیم و سوژه که از قبل آماده کرده بودیم و میخواستیم بالای از کار بکنیم، اما در جریان را تصادفی در ساحه پروانه دو که به طرف سمت راست ما پروانه دو هست و اگر طرف بالا بریم طرف پروانه سه میریم، به این سمت چند گل فروشی به چشم ما خورد و خیره شدم به این دوکان ها و خواستم که حداقل گزارش داشته باشم برای شما دوستای عزیزم که این شب روز کاروبار گل فروش ها در این ساحت چطور است و حداقل بریم ببینیم که چند نوع گل در این گلخانه ها وجود داره و خرید و فروش اینا چطور هسته و کاروبارشان چطور هست، آیا مردم به خاطر خرید گل در این شب روز میاند یا نه. میریم بیشتر صحبت میکنیم با کسی که اینجا مسئول است و گلخانه ساخته که چند نوع گل اینجا وجود داره، کدام گلا هست، درباره یگان گلا میشه که باز معلومات هم دریافت بکنیم، چرا که من شخصا خودم از گلا اوقدر اطلاع ندارم ولی اینجا که میبینم نام خدا گلای هزار و یک رنگ وجود داره و میریم بیشتر صحبت میکنیم با کسی که مسئول اینجا هستند در مورد گلا صحبت میکنیم ای که کدام گلا بیشتر شهرت داره میان مردم. سلام، صبحتان بخیر، خوب هستین؟ صحتمند بخیر؟ صحتمند خوب هستین انشاءالله. سلامت باشین، زنده باشین، میشه خدا معرفی بکنین به دوستای ما؟ من هستم یک تن از گلفروش های شهر کابل که در بین پروانه دو پروانه سه میباشیم. سلام با شما، سلام با بیننده ما که اکنون بیننده هستن. خدا است که صبح خوب خوشی را آغاز کنند. تشکر فروتن عزیز، نام خدا. بسیار گل مجا میبینم که با نوعای مختلف هسته، میشه که بر ما بگویی که چقدر وقت میشه جا کار میکنی و چه تعداد نوع گل جا وجود داره؟ تقریبا از خودم 17-18 سال میشه که در بین پروانه دو پروانه سه کار میکنیم دیگه. از پدرم 50 سال میشه که زیر دست پدر کار میکنیم تقریبا همچه. یعنی از 50 سال میشه که نمی گل فروشی در همی ساحه وجود داره؟ نخیر، در این ساحه تقریبا 18 سال میشه. خب ما ورخطا شنو که اگر در 50 سال بوده خیمه شطور ندیدیم ده. ولی 18 سال شده که در اینجا گل فروشی وجود داره. میشه که در مورد گلایی که در این گلخانه وجود داره برای ما بگوین که چه تعداد گلایی جا وجود داره؟ گلای زیادتر ما گلای فصلی هم داریم، گلای چهار فصل هم داریم، گلای آپارتمانی هم داریم، گلای بیرونی هم هست. کسایی که دو سالن در آپارتمان زندگی میکنن که بلاک هست با اونا هم گل داریم. کسایی که اولی داره گلای اولی هم هست، گلای فصلی هم هست، گلای با تقبام هم هست، گلای تزیینی میگن با فصل چهار ماه، شش ماه، دوازده ماه هم هست. این گلا هم عمر داشته دیگه؟ بله، بعض گلای هست که به نام فصل یعنی چهار ماه کار میده، چهار ماه بعد از بین میره. بعض گلای هست که دو فصل یعنی هشت ماه کار میده، بعد هشت ماه بعد از بین میره. بعض گلای هست که یعنی چهار فصل میگن، چهار فصل با داخل آپارتمان همیشه کار میده که نیمه شاید دوست میباشه، یعنی نور آفتاب اگر باشه هم کار میده، اگر نور آفتاب نباشه با شکل گروپ اینا روشن هم باشه کار میده. باز میشه که امو گلا رو بر ما نشان بتین؟ من متعجب شدم که کدام گلا هسته که در چهار فصل کار میده و خرابم نمیشه در آپارتمان. و در شروع اونو گلای به شکل جالباف هست، تزیینی هست، یعنی چهار فصل هست. گلای پیشری که اساس نیوسف میگن یعنی گلبرگ، این هم تقریبا چهار فصله گفتم بدونیم. اگر هوا با باشه گرم نگاه کنیم تا داخل اتاق هست، یا به حساب چهار فصل کار میده. به حساب گلای فصلی که میگن، گلای فصل کس اینا هستن، اینا دو فصل هستن. گلای بیرونی هست در زمستان خراب میشه، از بین میره. نامشان چی هست؟ بعد نامشان هم بگیرین. بله، اینا گل یوسف اسن یوسف بود، اینا به نام گلای پتونی یاد میشه. گلهای پتونی؟ بله، گلهای پتونی بخیر نه اومده. اینا یک پتونی مجمع سابقه داشتیم، گلکای خورخور داشت و هم پتونی نه واسه کومره. ای از کدام جای دیگه میه یا نه که ای کش شده یا جور شده؟ در شروع اصلا گل یعنی حال از خارج میه به افغانستان، دوباره پس دهقانان ما گلخانه والا ما پس دوباره تکثیر میکنن، از تخم گذاری میکنن، تخمش میگیرن به شکل قلمه، فعلا به نسل افغانستان یاد میشه دیگه. فعلا دیگه این نسل نسل افغانستانی است. بله بله. خب اینجا گلای بسیار زیاد وجود داره. اینی گلا ما
مار رقم که از نام ازیره میشه بگیرین؟ اینا از خاندان کارتوس است که خاندان بیش از 200 گونه داره، رنگای مختلف، شاخه‌های مختلف، برگای مختلف، و کارتوس یک خواص خاص خود خوب هم داره که وایرس الکترونی که مکمل به خود جذب میکنه، ها به خانه را تصفیه میکنه و گل هم داره. اینا بازی جا فکر میکنم همی چند نوی که جا وجود داره، اینا همشون کاکتوس است. از نوی گلای کاکتوس چند دانش پیش شما فعلا در اینجا وجود داره؟ تقریبا ما یک 15-20 نویش داریم. 15-20، من خواهی نمیجا دو تا سه تا بچه شما میخورن؟ قسمت است که به شکل استادام است، به شکل خودخاردار است، برگدایش با این قسمت دوگان داریم، گناه مختلف داره. ولی خواه اینی آلوویراست فکر میکنم، اما قدرش هم میفهم. ایام از به خاندان کارتوس یاد میشه که آلوویرای جنتی است. یک آلوویرای طبیعی یعنی به شکل خوردن یا به شکل استفاده کردن و علایده آلوویراست. خب ایجا خب نام خدا دوکان بسیار دور دراز هم هست، میشه کمون تو پیش بریم و نو پرسیدم که در مجموع چقدر تعداد گل، چند نوع گل ایجا هست؟ مثلا 50 قلم است، 100 قلم است یا 200 قلم است؟ اگر ایدم برای ما جزئیات بتونیم که تقریبا یک 200 گونه فعلا موجود داشته باشیم در گلخانه. یعنی 200 نوع گل نمیجا وجود داره؟ باز از 200 نوع گل هم در بینش حتما که از یک نوع گل چند رقمش وجود دارم؟ بله همونطور است. بله باز مشهورترین گلای شما کدام گلا هست که در بین مردم هم شهرت داشته باشه، ای که خرید فروشش هم زیاد باشه؟ زیادتر گلا را چون به حساب فصل میبرن دوستا، یعنی هر فصل کار داشته باشن. باز یک گلای آپارتمانی است. گلای آپارتمانی در مجموع کلگی دوست دارن که میبرن، اینا به شکل آپارتمانی گفتم میشه، اینا به شکل آپارتمانی است، اون قسمت به شکل آپارتمانی است، اون قسمت های بالا کلش آپارتمانی گفتم میشه، چون به داخل اتاق نگهداری میشه، آفتاب تیز کار نداره، نور آفتاب کار داره، زیادتر دوستا از این آپارتمانی میبرن. باز خرید فروش تون در این شب روز چطور است؟ خدا را شکر است روز روزگار میچله، ولی نسبتا دیگه از خرید فروش گل کمتر شده. سابقا مردم میامدن خرید فروش میکردن؟ بله قبلا هم خوب بود، پارسال هم خوب بود، امسال نسبت به همه چیز خرید فروش گل کم است. باز خودت کدام گلا را زیاد دوست داری که یگان تا هستند که وقت صبح وقت میایند در دوکانم اگر باشن، کاربارم اگر بکنند، باز یک تا دو تا سه تا گل حتما بسیار دوست دارن که حداقل برن اون را خاکش تازه بکنند یا آب برش بتند یا مورا نگاه بکنند حداقل؟ ما خود چون گلا را عموماً کلش دوست داریم، چون بخاطر مسلک ماست، یکی بخاطر که ثواب هم داره، کسایی که در گل گیا دست میزنه و زحمت میکشه ثواب زیادتر هم داره. با زیادتر ما گل برگ بیدی میگن که یک عطر بسیار خاص داره، در گل صبح گل کش کنیم مکمل این دماغ یایتان صاف میسازه. کجا هست او گل که ما بریم او را کش کنیم باز همی دماغ ما باز شد که ذهن ما آرام شد؟ بله زین آرام میسازه، اون گل ها کلش زین آرام میسازه، بازو بیشتر است. خوب است، میشه که باز بالای از او هم بریم. اونمو یک چیز با چشم ما خورد که اونمو گل گل مرچی میگنی یا که کدام نام دیگه داره؟ ای به نام سانسوریا است. سانسوریا هم تقریبا چند گونه داره، که یک سانسوریا شو است قلمی است، یک سانسوریا شینی است، و یک سانسوریا هم اینی هم به نام سانسوریا است که خواص خاص هم داره که به داخل اتاق است، یعنی عموما آپارتمانی گفتم میشه، آب و هوای خانه را تصفیه میکنه و اکسیژن هم تولید میکنه، اکسیژن دی زیادتر از به داخل اتاق. باز بیشتر گلایی که جا وجود داره فکر میکنم آپارتمانی هسته، چرا که از آغاز که آمدیم تا به اینجا گلای آپارتمانی زیاد بوده. کسایی که می آمدند حتما یا مشتری هایتان که می فکر میکنم که بیشتر هم از گلای آپارتمانی استفاده میکنم. بله زیادتر دوستان چون به داخل اتاق میبرن زیاد کلش آپارتمانی میبرن. بله باز مشکلات هست اینجا نیست؟ کدام مشکل دارین شما؟ فصل خدا تا کدام مشکل نداریم. مشکل گل فروش ها با کس مشکل نمی داشته باشم شالا اید دیگه نیست شالا مشکل نداریم. خوب است که مشکل ندارین. و انده این استقامت هم گلک های بسیار رنگ و رنگ خوبش هست، میشه که اینی رم برای ما بگوین که نام اینا گلک ها چی هست؟ بسیار مقبول هستن. نام اصلی ناتیلی از یا به نام شمدانی میگن، در افغانستان به نام گلای چیری بند هالندی یاد میشه، که نام تقریبا چهار فصله گفتم میتونیم، در بیرون اولی یعنی بیرونی سه فصل است، اگر از اولی پس دوباره بریم به داخل اتاق چهار فصله گفتم میتونیم میشه، در چهار فصل هم چهار فصل گل میداشته باشه. چند نوع گل نام چه یاد داری؟
شاید 1000 نوار یاد داشته باشین. 1000 نوار. باز یادت میمونه مثلا که این گل ببینی که نام از چی بود؟ یک گل دیگر متفاوت‌تر ببینی نام از چی بودن؟ باز نامای گلا به نام خارجی است. یک نامی که مردم افغانستان سرش نام موندن و یک نام لاتینی خواست می داشته باشین. مثلا نام لاتینی و نام وطنیش خودت یاد داری؟ بله. مثلا یک 10-15 نوار گل نام بگی که بسیار شهرت داشته باشه. مثلا به گلای چی است؟ لابر است و اصلا فیکوس میگن. به نام شفلیری است. باز به نام افغانستان دیگه به نام پنجه شیر یاد میکنن. همین رقم گلا زیاد است. پنجه شیرش کجا است؟ اونمو بسیار نامش خوش است. میره به نام پنجه شیر میگن. اونا به نام گلای دیگه است و به نام پنجه شیر یاد میکنن. میریم همونطور فکر میکنم راه داره. همونطور میریم که همون گل پنجه شیرم. ناز و عروس یاد میشن؟ ناز و عروس. اینا میشه که تصویر گل ناز و عروس هم داشته باشیم با خود. بازیره به نام دون تچمی میگن. یعنی مرا لمس نکو. خب. آلی خواهی صدام نکد. بله. صدا نداره؟ خدا جمع میکنم. میبینیم که مرخواد شاخه خودم من دزا پایا. دوستای عزیز بسیار جالب است. میشه که من یک امتحان کنم شه. این گلا به نام دان تچمی یعنی که به من دست نزنین یاد میشه. فکر میکنم وقتی که ایره لمس بکنیم این گلا دیگه خدا پژمرده میسازه یا قهر میکنه به یک حساب که چرا به من دست زدین. خیلی یک گل جالب و به نام چی یاد میشدن؟ ناز عروس میگه. ناز عروس دیگه. فکر بکنین دوستای عزیز که گل به نام ناز عروس است که همکارمون میگه که من خیلی دوست دارم میره و در خانم ازش استفاده میکنم. میشه که اما گل شما خودتان گفتین که او در گل صبح استشمام میکنین یا که انسان ریلکس میسازه اونمو را برای ما نشان بدین که کجا هست ببینیم او را ما ماشنایی پیدا بکنیم همراهش و ببینیم که چطور است کمال از این گل چطور هست. آلیویرا اصلی اینی است باز. همونطور میریم پیش باز رامش شامتان میدم. آلیویرا اصلی باز اینی آلیویرا است که به شکل خورده میشه و به خاطر جلد جملی و چونگتیکی ها استفاده میشه اینی است. خب اینی گکاش چی هست؟ این خاندان کارتوس هست یا هم خاندان کارتوس هست و این هم خاندان کارتوس هست این هم خاندان کارتوس هست یا مکمل زیادتر نام انگلیسی داره نامش یادم نیست. هر کدامش نام انگلیسی خاص داره. باز دوستای عزیز وقتی که ما جای شنیده بودم اینی گلا را که تصویرش داشته باشی همکار عزیز میگفتن که این عزیز دوزخ پیدا میشه. نمیفهم که چقدر واقعیت داره ولی ما تا جایی که شنیده بودم میگن این گلای دوزخی است. چی کمال داره گلا؟ گلا عموماً کلش یه خواص خاص داره. هر چیزی که خداوند در دنیا خلق کرده خصوصا نباتات به فایده انسان است. همین گلایی که به نام گل دوزخ میگن به شکل اناردانه دانه میگره که میوه است. میوهش خورده میشه و فایده خاصی داره. میوه ازی که کسایی که سرطان و پروستات داره به او خیلی مفید است که روزانه یک دانه بخوره. خیلی خاص است اینا. باز ای چی وقت میوه میتن؟ میوهش تقریبا در گلخانه اگر سایه باشه که میوه نمیتونه گرفته در فضای باز باشه یعنی در هفته وقت میوهش هم عالی است. غیر از نام دوزخیش میگن که دوستای عزیز نام لاتینی یا انگلیسی داره که فعلا به ذهنشان نیسته. انشالله که باز اگر به ذهنشان آمد دور از پیششان میپرسیم. هرچند اگر به پیش برویم هم جا هست و گلای مقبول دیگه هم وجود داره ولی میای می طرف اما گلی که بر ما یادآور شدن که در گل صبح یک آرامش بخش است و آرامش ذهنی میته بر انسان میشه که اونو را پیدا بکنیم اونو را معرفی بکنیم در موردش صحبت داشته باشیم. انشالله که باز همراه دوستا خداحافظی خواد کردیم. فکر میکنم که اینمی درختک ها درخت خرما باشه اگر من اشتباه نکنم. اینمی را اصلا به نام نخل است. اینا نخل است که به نام پنجه شیر یاد میکنن. نخل هم تقریبا 4-5 گونه داره. یک نخل است که خرما است. از خرمایش هم داریم. اینی باز درخت خرما است. ایش خرما است. خرما یعنی اصلی خرما است که خرما میگره. یاش به نام پنجه شیر یاد میشن. ای دیگه پنجه شیر او خرما. همکارمون میگه نمیشه یک بوتگه که بسیار مقبول است. اونو آخرین که فکر میکنم. اونمو را میشه که برش معلومات بده که چی اینا به نام سیکاس یاد میشن. سیکاس میگن ایره تزینی است
یام چهار فصله، آپارتمانی هم گفتم میشه، گلای بیرونی هم هست. باز اینا تازه است یا فکر میکنیم یک رقم ساختگی وره باشه؟ کلش طبیعی است، کلش طبیعی است اینا. اینا طبیعی هستن. بله. خوب است. خیلی خوب است. اینا چی میگن شب ترکاری باب هم پیدا میشه در دکان تا. خب میشه که در مورد لیمو هم صحبت بکنن که از کجا هست، وطنی هست یا از کدام کشور دیگه آمده؟ لیمو اولیتش لیموی تاجیکی است. خوشبختانه فعلا در افغانستان است، در ولایت های ننگرهار، لغمان اینجا کشت میشه و طرف تخار قندوز هم کشت میشه. فعلا افغانی است دیگه. اینا حاصلاتش باش چطور است؟ حاصلاتش خوب است، تقریبا هر نهالش هم تقریبا دو سیر امی اندازه میوه هم میگیره. باز یکان چاشت همراه غذا یکان تارد نوش جان میکنی؟ بله. طعمش چطور است؟ طعمش فوق العاده ترش است، از لیموی دیگه که ترش زیاد است. باز دوستای عزیز در آخر برنامه حتما یک امتحان خواد کردیم که چطور هست. نه باز در آخر برنامه انشالله یک امتحان میکنیم، تست میکنیم که چی گونه هسته. اینجا هم دوستای عزیز گلای خیلی مقبول است و اینی گلم بر ما میشه که معرفی بکنین که چطور است؟ میشه تصویرش داشته باشی همکار عزیز ما؟ اینی گلک بسیار مقبول است، میشه که در موردش معلومات بدین؟ اینی گلایی است که به نام گلای چیریبند هلندی یاد میشه. نام گلای چیریبند هلندی؟ هلندی بله. باز گلای شمدونی میگن. اینا خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که چهار فصله است، گلای آفتابی است، تقریبا 70-80 فیصد آفتاب باشه و همیشه گل میدوسته باشه. تشکر. بریم این حال خیبه سراغ اما گله که آرامش بخش است. دوستای عزیز قسمه که شما هم دیدین و شنیدین گلای بسیار متنوع، گلای خیلی خوب وجود داره. خب همین گلای است که آرامش بخش است. خب باش که دوستا یک امتحان بکنیم. اینی گل میگه که آرامش بخش است، واقعیت میگه. اینطور یک بسیار اک گل مقبول، ولی گل ملخو نداره، ولی نمی که آرامش بخش است، خیلی خوب است. این به نام برگ بیدی یاد میکنن، برگ بیدی عطری لیمو نام لاتینیش است که از این میتونن به شکل چای هم دم کنن. کسایی که استرس سردردی دارن یا کم خواب هستن تقریبا چند برگش قطع کنن و چند گلاس ها بکسارن جوش کنن بخورن آرام میشن. باز اینمی وقتی که اگر برگای از این قد شود دوباره خودش رشد میکنه. در چند فصل است؟ این گلای چهار فصل است، گلای که است به شکل چوبی است، یعنی یک فصل نیست. به خاطر همی است که از این میتونیم ما قطع کنیم، چای دم کنیم و نوش جان کنیم. خوب است. باز قیمت های اینا چطور است؟ قیمت های ارزان است، قیمت های اینا گلدان ها به 200 افغانی است. قیمت ترین گل که در دکان فعلا وجود داره چند است؟ قیمت ترین گل ما فعلا که در دکان داره ما قیمت آخر است که قیمتش 8000 افغانی است. 8000 افغانی. باز میشه که اونم قیمت ترین گل تا نشون بتین؟ به شکل کنده ای که است. خا خا برگای چی نام یوکا؟ آخرین گل بله یوکا. یوکا بله. خا خیلی خوب است. خب دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر میبینین گران ترین نهال یا مو گلی که فعلا در این گلخانه وجود داره به قیمت 8000 افغانی است که دو استخامت مانده و کمترین نرخی که اینجا وجود داره که مردم بیا گل خریداری بکنه چند است نرخ؟ 30 افغانی است. یعنی تا 30 افغانی هم دوستای عزیز شما میتونین که به خاطر زینت خانه هایتان گل خریداری بکنین، به خاطر آرامش ذهنی و روحیتان گل خریداری بکنین، در خانه، در آپارتمان، در دفتر کارتان استفاده بکنین. دادو این بود دوستای عزیز جزئیات بیشتر از گلخانه‌ای که در نزدیکی پروانه دو بود. تشکری میکنم از شما که وقت دادید برام. تشکر با شما، از شما تشکر، از دوستایی که اکنون ما را بینید دعوت دادن. سلامت باشین، زنده باشین. دوستای عزیز این بود گزارش شهری برای امروز. تا این که برای فردا حضور پیدا میکنیم همتون به الله منان میسپاریم. دوباره برمیگردیم به استودیو.